خب برای دوستانی که قبلا با موشن کار نکردن و فقط میخواد میدونن که علت برتری موشن چیه و چه توانایی داره نسبت به نرم افزارهای دیگه بعد نیست که این تست رو ببینن اینجا ما یه تصویر داریم و یه پروژه داریم که توکیه یعنی 2048 در 1024 شما دقت بکنید که حتی HD فول هم نیست توکیه یه تصویر انیمه تکست داریم به این صورته که یه ماسک اون رو پوشونده یعنی همونطور که شما اینجا ببینید چون از پشت سنگ میاد یه ماسک روی سنگ درست شده که این تکس و انیمه تکس از پشت اون دیده میشه من اینجا اگه پلی رو بزنم شما میبینید که تقریبا 20 فریم در ثانیه به من میتونه به صورت ریل تایم تصویر بده تصویر توکی انیمه تکست تکسی که خودش سایه داره و ماسک داره و حالا الاخر اما یه ذره دیگه بذارید فشار بیاد به موشن تصویر رو انتخاب میکنیم یه فیلتر بلوم که خیلی فیلتر سنگینیه بهش نسبت میدیم همچنان تقریبا ریال تایمه و شما 18 فریم 19 فریم در ثانیه میتونید ازش تصویر رندر شده بگیرید اما اگه باز هم کافی نیست لایتینگ ریز رو من روشن میکنم این یکی از سنگین ترین فیلتر هاست و شما اگه کار موشن گرافیک کرده باشید واقعا میدونید وجود یه همچین چیزی چقدر میتونه به سیستمتون فشار بیاره همچنان ما 18 فریم رو داریم حتی اگر من این رو جابجا جا کنم شما تاثیرش هم تو حین کار میتونید ببینید و اصلا میتونید ببینید که به طور مثال وقتی انیمتون انجام میشه چه شکلی میشه من اینجا همزمان با اون فیلتر رو جابجا میکنم و شما می بینید که میتونم ببینم کلیت اتفاق به چه صورته تازه شما اگر اینجا نگاه بکنید من توی رندر رزولوشن رو با هفت نذاشتم رزولوشن من فول کوالیتی نرماله و درافت نیست اگر من اینجا بیام تصویر رو بذارم روی هفت و کوالیتی رو روی درافت درسته که کیفیت هم میادار افت میکنه اما 24 فریم تقریبا به من تصویر بده طور که شما میبینید 23 22 23 22 برای جاهایی که شما خیلی تحت فشار هستید این عنوان میتونه خیلی به کمکتون بیاد خب از اونجا که واقعا خیلی تفاوتی نداشت من میذارم روی فول و نرمال و میریم ببینیم که موشن چهار چه چیزهایی نسبت به ورژن 3 اضافه تر داره